سلام و درود میگم به مخاطبان عزیز رسانه طرفداری با یکی از برنامه تیم منتخب و برترین‌های قرن ورزش ایران همراه شما عزیزان هستیم و کنار من امروز در این برنامه جناب آقای عباس کارگر نشستن، پیشکسوت باشگاه پرسپولیس، باشگاه ترکیه و همینطور بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران. آقای کارگر سلام، خیلی ممنون که در این برنامه مقابل دوربین رسانه طرفداری هستید. سلام بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان و همه همکارانتون، در خدمتتون هستم. آقا فکر کردید به این تیم منتخب که چه بازیکنایی میتونن کاملش رو بکنن؟ از نظر فنی و اخلاقی من یه سری بازیکنایی که مد نظرم بود انتخاب کردم. پس اگه موافق باشید ترکیب رو آغاز کنیم با پست دروازه ما. آقای ناصر خان حجازی، بعدش هم رزروشون آقای بهروز سلطانی، آقای کازرونی، آقای پنجالی دفاع وسط، آقای آشتیانی دفاع راست، آقای محرمی چپ، چهار تا بازیکن ما در خط دفاع، آقای آشتیانی، آقای حسین کازرانی، آقای محمد پنجالی و مجتبی محرمی. بله. یه خط جلوتر اولین پست هافک دفاع. بله. آقای قلیچخانی، پرویز قلیچخانی پست. بله. آقای علی پروین، اینم آقای برزگری. نه در وینگ عبدالرضا برزگری و علی آقای پروین. در پست هافک هجومی چطور؟ آقای کریم باقری، اونم به خاطر نفوذی که میکرد حرکتگر رو به جلو میکرد، گلای تعداد بوده فکر کنم 50 تایی زده. سال آخر فوتبالشون هم همینطور جلوتر اومدن دیگه. بله. مهاجمم آقای علی دایی و حسن روشن. علی دایی و حسن روشن. خب وینگ در پست وینگر علی آقای پروین و عبدالرضا برزگری رو انتخاب کردید، ولی شما یکی از سرعتی ترین بازیکنان فکر کنم تاریخ فوتبال کشورمون بودید، با دونده ها یه جوری برابری میکرد سرعتتون و یه جوری مثلا شما میرسیدید، یعنی قبل اینکه توپ برسه شما رسیده بودید به اون منطقه. و یه اتفاق دیگه که در خصوص شما افتاد اون تغییر پست بود که مهاجم بودید، بعد اومدید دفاع راست که حتی محمد مایکان هم از همین الگو گرفت و مهدی مهتوی کیا رو به پست دفاع راست برد در سالهای 96 و 97. من این سرعت یه چیز ذاتیه. حالا آقای پروین هم صلاح دیدن که تو اون منطقه مشکل داشتن که بعد از اینکه آقای دادکان رفتن از من تو دفاع راست استفاده کردن. بله. خب باز کمک میکرد سرعت به نفوذا. بله. سرعت هم باید کمک میکرد. خب سه بازیکن برتر قرن چطور؟ از این تیم باید سه بازیکن انتخاب کنید به عنوان بازیکن اول قرن. به نظر من آقای قلیچخانی باید بنویسم بیرام اگه لطف کنید اینجا این قسمت پرویز قلیچخانی بازیکن قرن. بعد علی پروین، علی پروین دومین بازیکن و دیگه هم نوشتم اینجا فکر کنم حسن روشن. بله. خاطری از علی آقای پروین هستش که یکی با حالش رو تعریف کنید واسه مخاطبا؟ خاطره که زیاده، قابل گفتنش رو فکر میکنید؟ والا یکیش که اینه که یه بازی داشتیم با تیم نفت تو ذهنم هست، تقریباً 10 دقیقه مونده بود که بازی دیگه به اتمام برسه، فهمیدن که من هم تو زمین رفتم، اولین توپی که اومد توپ، دومین توپ تقریبا تبدیل به گل شد، بعد من تو رکنه گفت عباس خوب شد اومد توپ از سانتی رفت تو گل. من هم گفتم علی آقا آخر مگه میشه یه همچی چیزی محال ممکنه من وسط زمین چجوری میمونم توپ سانت کنم توپ رفت تو گل؟ میدونی این چیزا زیاد بوده، یعنی گل هم میزدید باز. آره به یه چیزی داشتیم بالاخره. قابل قبول همه شانسی بوده. قابل قبول نبود نظر اگه بود. بهترین مربی قرن چطور؟ یه مربی ایرانی میخوایم، یه مربی خارجی که سابقه کار در ایران داشته. آقای پروین و رایکوف. آقای پروین و رایکوف. این قسمت در این بهترین داور قرن کنیم آقای صالحی و انتخاب بعدی برترین تیم پرسپولیس دهه 60. پرسپولیس دهه 60 و انتخاب پایینی سه ورزشکار برتر قرن دیگه، همه رشته همه ورزشکار شامل آقای تختی من هر سه تا کشتی آقای موحد و آقای امام‌علی حبیبی، جان پهلوان تختی، عبدالله موحد و امام‌علی حبیبی. موحد و امام‌علی حبیبی. اینجا ما امضای شما رو میخوایم اگه لطف کنید برای ثبت این برگه رای. آقای عباس کارگر خیلی ممنون از حضورتون در این برنامه. هر صحبتی هست با مخاطبان با حضور میخوام به شما و این دوربین رسانه طرف. من تشکر میکنم از شما، محبت کردید، دعوت
ما رو دعوت کردین. امیدوارم که همیشه سالم باشی. ممنونم که بها به پیشکش فتوا میدین. خدا ان شاء الله نگهدار همتون باشه. درصد من ممنونم. زنده باشید. خیلی ممنون که حضور پیدا کردید در این برنامه. لطف کردید و ممنون از مخاطبان رسانه طرفداری که تا این لحظه همراه ما بودید. تا یک برنامه دیگه خدا نگهدار. زنده باشید. یا علی.